میر طاهر بدل آیت الله خامنه ای. مجموعه دستندرکاران پزشکی پس از سخنرانی تلویزیونی آیت الله خامنه ای در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران، گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت سلامت وی بالا گرفت تا جایی که بار دیگر سخن از میر طاهر به میان آمد، کسی که از او به عنوان بدل آیت الله خامنه ای یاد شده است. در بین تمامی گمانه‌زنی‌هایی که در این باره به میان آمده است، اما آیا میر طاهر یا سید علی خامنه ای مگر فرقی هم می‌کند؟ موضوع اصلی این است که یک فرد با نام و عنوان رهبر نظام تهران آیت الله خامنه ای باشد یا بدل او، چه تأثیری بر روند حاکمیت در ایران داشته است. تعریفی که قانون اساسی از اصل ولایت فقیه به عنوان فرمانده کل قوا در ساختار سیاسی ایران دارد، به تنهایی کافی است که پردازش هویت این رهبر را حائز اهمیت بگرداند. چرا که او آیت الله خامنه ای باشد یا میر طاهر، لااقل در شکل ظاهریش زمام امور یک کشور بزرگ همچون ایران را در دست دارد. علاوه بر جایگاه سیاسی ولی فقیه، در ادامه امور نگاه عمومی به این رهبر، پردازش شخصیت و هویت او را به یک موضوع مهم اجتماعی تبدیل کرده است. بسیاری از مردم رهبر و عملکردش را سرنخ بیشتر بحران‌ها و مشکلاتشان می‌دانند و از این روست که نسبت به کوچکترین مسائلی که به چنین رهبری مرتبط می‌شود، واکنش‌های بزرگی نشان می‌دهند. واکنش ها به ویدیوی انتشار یافته از آیت الله خامنه ای درباره بحران کرونا در ایران از آن دست مسائلی است که دیدگاه ها درباره خامنه ای و همچنین میر طاهر را به یک عنصر بحث برانگیز سیاسی و اجتماعی تبدیل کرده است. یک رهبر تمامیت خواه، هر که باشد، بود و نبودش تأثیر فراوانی بر معادلات داخلی و خارجی کشورش دارد و از همین روست که سخن از آیت الله خامنه ای یا بدلش میر طاهر موضوعاتی چون نزاع قدرت در داخل حکومت و مسئله جانشینی رهبر به عنوان محور اصلی قدرت در حاکمیت ولایی به طور مستقیم در پیوند است. بنابراین الگوی حکمرانی رهبر و خرسندی یا ناخرسندی عمومی از عملکرد اوست که در یک گفتمان سیاسی معترض یا تحول‌خواه اهمیت می‌یابد. از سوی دیگر، ایستایی و توقف در پردازش اینکه این رهبر خامنه ایست یا میر طاهر، چه بسا قرار گرفتن در همان مسیری باشد که نهادهای امنیتی با اهدافی چون انحراف افکار عمومی از زیر ذره‌بین قرار دادن عملکرد رهبری دنبال می‌کنند. مسئله جانشینی رهبری و نیز فراگیر بودن نارضایتی عمومی از عملکرد او ارتباط مستقیمی با الگوی حکمرانی او دارد و هر حاشیه‌ای، هر چند ماجرای پر سر و صدایی چون میر طاهر به عنوان بدل خامنه ای میتواند از نوع گرداب های فکری باشد که نهادهای امنیتی برای انحراف افکار عمومی ایجاد میکنند. با این حال، ویدئوی اخیر آیت الله خامنه ای در مورد ویروس کرونا، هرچند درباره هویت او و بدلش میر طاهر جنجال برانگیز بود، اما نتوانست نگاه عمومی را از منظر سکوت و پنهانکاری نظام تهران در رابطه با کرونا به سمت و سوی مورد نظر حاکمیت معطوف سازد. زیرا دریافتی مردم از آیت الله خامنه ای یا بدلش میر طاهر تصویر یک رهبر مستبد، قدرت طلب و تمامیت خواه را برای عموم مردم ماندگار کرده است.
آنها از این رهبر خودکامگی، دشمن تراشی، سرکوب اعتراضات مدنی، انتقام گیری از نخبگان و مسافران هواپیما به نام انتقام سخت از دشمن و کشیدن پای کرونا به مناسبات سیاسی و ایجاد بحرانهای ناشی از آن و ده ها الگوی رفتاری دیگر در دوران زمامداری و حکمرانیش را به خاطر دارند و بر همین اساس عبور از رژیم حکومتیش را خواست اصیل خود قرار داده اند و در این گذرگاه سیاسی برایشان اهمیت ندارد که او سید علی خامنه ای باشد یا بدلش میر طاهر. آنها ولی فقیه و حکومت ولایی را نمی خواهند.